سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه نون کندو هستش. نون کندو یک نون مغزدار هست که مناسب برای صبحونه، عصرانه و افطار هست. نون بسیار نرم و سبکه. این نون رو به این علت کندو می نامن به خاطر شکل ظاهریش که شبیه کندو هستش. مواد مورد نیاز: حدود 2 پیمانه آرد که بهتر آرد قنادی یا آرد نون فانتزی باشه، 3/4 پیمانه شیر بلر، 1 قاشق مرباخوری پودر خمیر مایه، 3 قاشق غذاخوری شکر، 3 قاشق غذاخوری روغن مایه، 1/4 قاشق چای خوری نمک، 1/4 قاشق چای خوری بیکینگ پودر، 1 زرده تخم مرغ و عسل برای رومال. و برای مغز نونمون هم بهتره که پنیر خامه‌ای باشه، ولی شما میتونید از خرما، مغز گردو، شکلات صبحونه استفاده بکنید. حدود 1 قاشق غذاخوری شکر رو داخل یه ظرف می‌ریزیم. پودر مای خمیر رو بهش اضافه می‌کنیم. خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. بعد میایم اضافه می‌کنیم به شیر بلرمی که داشتیم. مخلوط که کردیم درش رو میذاریم، حدود 10 دقیقه تو محیط آشپزخونه قرار میدیم تا به عمل بیاد. یه ظرف بزرگ برمیداریم، روغن، شکر، بیکینگ پودر، نمک، مایه خمیر به عمل اومده رو اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنیم. بهتره که آرد رو به تدریج اضافه بکنیم، چون آردی که ما داریم تقریبی هست. اگر همه رو یک جا بریزیم ممکنه که سفت بشه خمیرمون. بعد که خوب مخلوط کردیم حدود 10 دقیقه ورز میده. بعد از اینکه 10 دقیقه ورز دادیم، یه خمیر نرم و لطیفی به دست میاد. من هر 2 تا پیمانه آرد رو ازش استفاده کردم. بعد میایم ظرفمون رو چرب میکنیم. خمیر رو داخلش میذاریم. در ظرف رو میذاریم. یه پارچه روش میندازیم. 2 ساعت در محیط آشپزخونه میذاریم تا خمیر استراحت بکنه. بعد از استراحت پف خمیر رو میگیریم، حدود 1-2 دقیقه دوباره ورز میدیم. بعد از این مرحله میایم به 4 قسمت تقسیم میکنه. این 1/4 خمیر هست که دوباره به 4 قسمت تقسیم میکنیم. دوباره هر قسمت رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم که مجموعا باید بشه
دو قسمت. بعد از اینکه به 32 قسمت تقسیم کردیم، دونه دونه بر میداریم و داخلش رو پر میکنیم. شما میتونید خرما، گردو، کره بادوم زمینی، شکلات صبحونه یا پنیر خامه ای استفاده بکنید. من اینجا از خرما، گردو و پنیر خامه ای استفاده میکنم. چند تا گردو، چند تا خرما و چند تا پنیر خامه. بعد از اینکه همه خمیرها رو داخلش رو پر کردیم، میتونیم از قالب کمربندی استفاده بکنیم برای داخل فر، توش کاغذ روغنی بندازیم یا ظرف دیگه که قابل استفاده است داخل فر استفاده بکنید، کفش رو چرب بکنید و خمیرها رو دونه دونه بچینید. فر رو از قبل روشن میکنید رو دمای 190 درجه سانتیگراد تا گرم میشه. بعد از اینکه همه رو چیدیم 10 دقیقه میذاریم تا استراحت بکنیم. و در این فاصله میایم رومال خمیر رو آماده میکنیم. یه زردی تخم مرغ رو داخل ظرف میریزیم. حدود یک قاشق عسل بهش اضافه میکنیم و با هم خوب اینا رو مخلوط میکنیم. بعد از 10 دقیقه رومال رو روی خمیرا میمالیم، کنجد یا تخم کتون روش میریزیم و داخل فر قرار میدیم. 20 دقیقه زمان براش کافیه. 2-3 دقیقه آخر هم میتونیم گریل رو روشن بکنیم تا روی نون طلایی بشه. بعد از اینکه آماده شد صبر میکنیم تا از داغی بیفته، ولی نون باید کمی هنوز گرم باشه. مقداری عسل روش میمالیم. به جای عسل میتونی از شربت هم استفاده بکنید. شکر و آب و گلاب و زعفران رو با هم مخلوط بکنید. 5 دقیقه روی حرارت ملایم قرار بدید و اون شربت رو میتونه روی نون بمالید. بعد از این مرحله میتونید پود بسم لابلای نون ها قرار بدید. نون کندو آماده شد. من اون رو با پودر پسته تزیینش کردم. امیدوارم شما هم این نون خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما ببینید. ممنونم.